السلام علیکم دوست عزیز، وقتتان بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین. خوش آمدین به سفر و چکر، یکی از ولاگ‌های جدید ما. این بار آمدیم به یکی از پارک‌های بسیار خوب و فامیلی ونکوور، عزیزایی که مخصوصا فامیلای افغانی که دوست دارن فامیلای خود، اولادای خود به یگان پارک، به یگان جای ببرن که هم گوشه باشه، هم فامیلی باشه، هم بر طفلا جای ساتری داشته باشه و هم پارکینگ موتر مجهز داشته باشه و همه چیز منظم باشه. اینمی پارک فکر کنم بسیار یک پارکک خوب و بهترین پارک برای اونمود است از فامیلای عزیز است که هم خوش دارن چکر برن، هم خوش دارن یک جایک مقبول و آرام باشه. این پارک به نام کوین پارک است که در نیو وستمنستر قرار داره. عزیزایی که در شهر ونکوور هستن، در برنابی هستن، در نیو وست هستن میتونن بیان. اولین قسمتی که میخوایم برتان نشان بدم اینه، اینجا یک باغک گل داره. اول از همه شما میتونین که در این باغ گل بین، عکسای مقبول بگیرین، جای مقبول به عکس گرفتن داره و همش هنر زیبای طبیعت ببینین که چقدر نام خدا گلای زیباست و هنر دست بشر ببینین که این طبیعت و گلها را با چه نظم و با چه زیبایی دیزاین کردن. چهار طرفه با زیبایی خاصه که بسیار واقعا دلنشین است که آدم میبینه. دیگه ما همراه فامیل آمدیم، ما چندین بار آمدیم ولی این بار خواستم ویدیو بگیرم براتان، همگی گلا و این قسمت باغ ویدیو میگیرم و همچنان نگفته نمانه که دینمی باغ که فعلا ما قرار دارم اینجا جای است که بعض عزیزا خوش دارن در باغ عروسی کنن، محفل بگیرن. اینجا چند بار که ما آمدیم عروسی بوده، یک بار دوستای هندی بودن که عروسی خود اینجا گرفته بودن. فکر کنم که از شهرداری نمی منطقه نوبت میگیرن و بسیار جای مقبول داره برای جور کردن مثلا یک ست برای روس داماد، برای ششتن، برای مردم. در کل شبرتان ویدیو میگیرم، با ما باشین. قسمت های دیگه پارک همچنان برتان ویدیو میگیرم. دیگه ما رو دنبال کنین. یک مسئله دیگر هم برتان بگویم که این پارک جایی است که اکثر انجمنهای فرهنگی، کسایی که به شعر علاقه دارن اینجا برنامه میگیرن، کسایی که به موسیقی علاقه دارن. این همیالام که ما آمدیم یک برنامه موسیقی بود که نمایشگاه یا نمایشنامه موسیقی شرق بود که طبله و آرمینیه را که از افغانستان و هند میشه معرفی کردن که ویدیوهاش را برتان مندازم و همچنان یک نمایشگاه آرت و هنر رسامی بود که بسیار زیاد من خوشم آمد. تصویرهای از را مطمئن برتان مندازم. حال تصویری باغ ببینین، باز دوباره صحبت میکنیم. مسئولینی باغ است که به چقدر زیبایی ببینین در روی چوب کار کردن گلا را. هم بگی گلا تازه است، هیچ گل خشکی بین از اینا نیست، واقعا دوست داشتنی است. سلام خدیجه. سلام، نام خدیجه است. خب خدیجه جان، نامت خدیجه است. خدیجه جان چند سال هستی؟ من 11 هستم. خدیجه جان 11 سال است. خدیجه جان مکتب میری؟ آه. اوکی. صف چند هستی؟ صف 5، صف 6 میشم. صف 6 میشی. کدام سابجکت یا مضمون خوش داری؟ مت. اوکی. خدیجه از یا خوش داره. اوکی. ریاضی را خوش داره خدیجه. خدیجه از
کدام استادت زیاد خوش داری، استاد مت یا کدام استاد دیگه ته زیاد خوش داری؟ استاد که مثلا ما در افغانستان میگیم که چی هست، نگران صنف است، او را دوست داره زیاد. خدیجه دیگه آمده امروز همراه ما پارک. خدیجه دخترک کاکای مست قندول دیگه شانه مستن. خدیجه با جرات شانه از گردت کنم. ترانه یاد داری خدیجه؟ خدیجه از افغانستان چی یادت است؟ چیز یادت است؟ یادت نیست چه چگک بودی نی؟ خب تشکر خدیجه جان. گو انجای. اوکی چه هوای خوبه شد تو دبین گلا مزه می تک آدم باشد. هوا تو سرد مزه دار. جای مقبول است، فامیلا میتونن بیان، مخصوصا فامیلای افغان که جای برای فامیل میپالن. یک جای که گوشه باشه، هم بر طفلا جای ساتیری باشه، هم بر جوانا باشه، هم بر همه اجزا بگردن بشینن. نی نگه اینجا جای خوب است. ما آمدیم امرای فامیل نازنین، هم بر طفلا چون طفلکا امرای ما جای ساتیری داره. و معمولا این پارک چون نزدیک به مرکز شهر است، نمایشگاه فرهنگی اینجا زیاد است. همین لحظه قسمی که برتان خواهد ماندم یا نمیفهم که پیش از گپای خود ویدیو را خواهد ماندم یا بعد از گپای خود، ولی شاید بعد از گپای خود برتان مانم. این قسمت یک نمایشگاه بسیار زیبا از موسیقی شرقی بود که همه مردم علاقه داشتن که بشینن و او را ببینن. ما خیلی خوشم میاد موسیقی شرقی. شما میفهمین که موسیقی شرقی در کنار موسیقی افغانستان، هندستان از همه کده مهم که در موسیقی زیاد خوب هستن. بود نمایشگاه که طبله و هارمونیه هم نواختن و هم معرفی کردن. بسیار خوشم آمد دیدیاشو ببینین، حتما برتان مندازم. در این پارک این نمایشگاه موسیقی هم بود. حالا میرم طرف یک نمایشگاه دیگه که نمایشگاه آرت هست، نمایشگاه نقاشی. او هم برتان میگیرم حتما که ببینین، لذت ببرین. جای که بر ساتیری اطفال است، او هم برتان نشان میتونم ببینین که چقدر جای زیباست. بر تفلایتان میتونین بیارین تفلایتان اکساتشان پیر شود و افغانایی که کباب خور هستن هم خدا میتونن که اینجا باربیکیو کنن. البته که بیشتر مردم باربیکیوی گازی اینجا استفاده میکنن. من نمیفهم که زغال هم میتونن استفاده کنین یا نی، سرچ کنین میره دیگه. ما خو گازی استفاده کردیم. شما هم ببینین اینال از موقعیتی که بر تفلا برای بازیستون گرمی سیران برتان میگیرم. و غیر از اون سامان های بازی دیگه هم برتفلا داره. بازم تو میریم طرف نمایشگاه نقاشی. یه بگو قناری میدیا سبسکرایب کنه. آفرین قناری میدیا را سبسکرایب کنه. So this phrase, I will take it and make it into a drum roll. That's the hard part about this thing. Now I'm gonna add the bass to it. Hey, Palak, how are you?
So these kinds of drum rolls are called rorela. Rorelas mean that it should sound like water with very little disturbance. So rather than going, for example, like this, it becomes like water, so it's very soothing to the ear. I hope you guys enjoy rorela, our specialty of Delhi. I flipped the equation. Please keep it going for Cassius Khan, Amika Kushwaha, Matt Yam, and Neil Kushwaha. Absolutely beautiful. Perfect way to spend a Sunday afternoon. دوستان خدا کنه که خوب باشین. این جمع زیاده را که در پشت سر ما میبینین. ما برای ثبت یک قسمت کوچکی برنامه آمده بودم. بسیار یک برنامه که خوب بود. دوستای عزیز خونده که میبینین بسیار جای اکای مقبول بر طفلا داره که کلن فامیلا طفلا خدا آوردن این قسمت را بازی میکنن و همچنان این قسمت بر طفلا است که هر قسم سامان بازی داره که طفلا را با گاز بخورن و هر رقم بازی دیگه که میخواین انجام بدن. من زیاد نمیخوایم که ویدیو از طفلای مردم بگیرم، اینجا بسیار با آسانی شکایت میکنن چرا از طفلم بدون اجازه ویدیو گرفته. دیگه بین من مثل خبرنگارای یا موتور نباشم که نمیفهمن از کجا ویدیو بگیرن، از که ویدیو بگیرن، از که نگیرن. دیگه بدون پرمیژن و اجازه شان ویدیو طفلایشان نمیگیرم. من قدر از دور شیراشان مال نمیشد برتان نشان دادم. دیگه بریم ببینیم که چه خبر ها. دیگه طرف اما من مجبای نقاشی میرم، ویدیوی که از اون مجبای نقاشی است حتما در بگراند ما ببینیم که تفلا چی حالا ماشالله انداختر و بازی میکنن. دیگه میرم طرف نمایشگاه نقاشی برتان نمایشگاه نقاشی رو ویدیو میگیرم. Thank you.
نقاشی ها بین همه نقاشی ها بسیار خوشم آمد. خانم نقاشی کرده. Are you a blogger? Yeah. Yeah, how about you? بسیار رقاشیاش مرا خوشم آمد. فروشی هم هستن، گفت که میتونین بخرین. یک چیز جالب بود برای من که من رقاشیاش قشنگ است. این چیزه کارم جور کده، ای فکر کنم که بعضی ها میتونن بند کنن یکان جایی، گفت که ای داره میتونین یکان جای بند کنین. بسیار قندال جور شدن دیگه. من خواستم امرایش صحبت کنم اما گفت که میسیم زیاد خوب نیستن، نمیتونم صحبت کنم. فکر کنم که خودش از کولومبیاست. بعضی وقتا آدم نمیفهمه که مقصد یک نقاش از نقاشی چی میباشه. مثلا هیچی نقاشی کرده نمیفهمه. همه این نقاشی ها نقاشی های جالبی هستن اما فقط برس فقط در رویش کشیده باشی چیزی. دوست عزیزی، قسمت نمایشگاه نقاشی بود. قسمت که دیدین بسیار نقاشی قندل خوب بود دیگه. به نقاشی هایی که بسیار پروفشنال باشه نمی رسیدن. البته هر نقاشی از خود یک زاویه دیده، یک چیزی در سر خود داره، یعنی یک باوری در فکر خود داره، یک چیزی رو میخواه نقاشی کنه که افکار خود بیاره در روی نقاشی. و برای هر کس، برای هر انسان زاویه دیدش فرق میکنه، برای هر انسان باورش فرق میکنه. چیزای جالب بود. مثلا یکی از اون نقاشی که برتان دوباره یک دفعه مندازم ببینین. بعد وقتا فکر میکنین نقاش هیچ چیزی رو دیگه نمیخواه نشان بده، فقط مرسه گرفته و کشیده چهار طرفش و هیچ مفهومی ازش گرفته نمیدانی. یکی از نقاشی همی قسم بود و من کوشش کردم بفهمم که چی است، چرا این رقم نقاشی شده، اما فکر کنم که هیچ نتونستم از خانم چیز را که گفت بگیرم. زیاد کوشش کردم، زیاد صحبت کردم امرای که دیگه خود یک سری چیزایی را گفت که بر من منطقی نمی آمد و اصلا من از زاویه دید از او به اون نقاشی دیده نمی تانستم. اما در کل همی که یک انسان بر آرت وقت خود می مانه، بر هنر وقت خود می مانه، این سر باعزش است. و یک قسمت دیگر که یک خانم گلا و اینا نقاشی کرده بود، برم گفت که اگر آرتست هستی از آرت ما، از هنر ما، نقاشی ما ویدیو میگیری، کپی نکنیم. برش گفتم که نه، من کپی نمی کنم دیگه، فقط به خاطر که من ولاگ جور میکنم، ویدیو میگیرم. و من کارتاشو نگرفتم، گفتم اگر خواستین تگتان میکنم پایین. باز یکیشان که ظروف بود گفت که طفلای دستیبل، آدمای دستیبل اینا رو جور میکنه، هم میدست و نقاشی میکنه. اگر کسی میخواه که از ظرفا بگیره استفاده کنه حتما ما را تک کن. گفتم حتما این کار میکنه دیگه. چند تصویر ببینین، من برم ببینم که کباب پزی میکدن که تیار شده یا نشده.
اینا همش ساخت دست هستن و از توسط افراد دیسیبل ساخته شدن، نقاشی شدن. برای فروش ماندن من برایشان صحبت کردم، گفتن که شما میتونین آدرس شما برتان میمانم، شما میتونین بگیرین. یک خورجده دارم این که قشنگ است، بهتان شان هم نظر نکنیم، فقط دست شما بهتان نشان میکنم. دست توی دست هست قشنگ خوله و چوچی ما سلام دوست عزیز، امیدوارم جور سلامت باشین. سلام خاص به تمام علاقمندان به قناری میدیا. دیگه امروز آمدیم دک پارک با فامیل، دیگه دور هم جمع شدیم و یک کباب دلیشیس با مزه پخته کردیم و خوردیم. جای شما خالی. دیگه امیدوار هستیم که از برنامه لذت ببریم، ما را در ادامه برنامه همراه باشین. سلام. چی بگویم؟ ای میمونی تانی کباب تانمید مزا نداد خب بازم. کاکا میز نخوردم، که خوردی کاکا؟ خوردیم اگه دلوم اخو مزا نداد دیگه، پدر دیار نداد. نماندن میگم مرا آمیدی ما کباب خورد آمدیم، کباب خوردن آمدیم که ایجا مدیم چی بود، نامش کباب بود، قوارش کباب نبود. یا نمیه، ولی یک جای دیگه ما دایی رفته بودیم یاد دست پرنده در سر ما اشته بود از خاطر خوردنی سنجابک ها در پاهای ما بالا میشه. قراری میدیا سکرایب کنه، سبسکرایب کنه. نکه دنکیو دوستا عزیزی بود برنامه امروز که تقدیمتان کردم، امیدوار هستم که از برنامه خوشتان آمده باشه. دیگه زیاد ویدیو گرفتن نتانستم به خاطر که بی نهایت بیرو بار بود. اینجا یک سالون است، در اون سالون هم محفل بود، چند دانه بخش های بسیار خوب و زیبا در خود پارک است که به شکل رایگان مردم میتونه محفل خود برگزار کنه. اونا هم همگیش محفل داشتن، من نتانستم زیاد ویدیو بگیرم به خاطر از اینکه مردم اکثرا نمیخواین که ویدیوشان رو بگیری،
دیگه محمد از دور خنده داره، ما چون که میخواه گپ بزنه بخواد میانه بخاطر که میزش دویدیو نگرفتیمش دیگه. وقت خوش برتان میخوام تا برنامه بعد. خداوند یار و مددگار همگیتان. بای بای.